ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را برای اشتراک نشست دوحه به دوش دارد، امروز شنبه 29 جون در یک نشست خبری گفت که حضور هیئت این گروه در نشست دوحه دشمنی یا هیچ جانبی نیست، بلکه هدف تعامل با همه جوانب است که باید درک شود و استفاده بهتری از آن صورت گیرد. سخنگوی حکومت طالبان همچنان از جامعه جهانی خواست که در بازسازی و تقویت اقتصادی افغانستان سهم بگیرند و موانع موجود را بردارند. این سفر ما دشمنی با هیچ جهت نیست و تعامل به همه جهت ها می باشد که باید درک شود و از آن استفاده بهتر صورت بگیرد. از سوی هم استفن دوجارک سخنگوی انتونی گوترش روز جمعه 28 جون با خبرنگاران در نیویورک گفت که روزمری دی کارلو با نمایندگی از منشی عمومی سازمان ملل متحد در نشست نمایندگان ویژه افغانستان در روزهای یکشنبه و دوشنبه در قطر اشتراک می کند. قرار است روز سه‌شنبه در دوحه خانم دی کارلو و فرستادگان ویژه با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان از جمله سازمان‌ها و مدافعان حقوق بشر و زنان دیدار کنند. معاون منشی عمومی حقوق زنان و دختران، حقوق بشر به طور کلی و روند فراگیر سیاسی را در گفتگوهایی که در دوحه با مقامات حاکم خواهد داشت مطرح خواهد کرد. با آنکه سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شمول حقوق زنان و دختران در این کشور با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان و حقوق زنان روز سه‌شنبه 2 جولای با نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت، اما شماری از سازمان‌های بین المللی و حقوق زنان افغانستان ملل متحد را به نقض منشور این سازمان متهم می‌کنند و می‌گویند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان با ویژه مسائل مربوط به حقوق زنان و دختران برای رضایت طالبان و دعوت از نمایندگان این گروه برای اشتراک در این نشست از آجندای سومین نشست حذف کرده است. هرچند از ابتدا کاملا روشن بود که نشست سوم دوحه جهت سفید نمایی و باجدهی بیشتر به طالبان و عادی سازی حضور این گروه در نشست های جهانی و جوسازی برای برسمیت شناسی حکومت خودخوانده این گروه در افغانستان خواهد بود، اما حذف حضور زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه به فرمایش طالبان توسط سازمان ملل متحد جفای بزرگ حداقل در برابر زنان و دختران افغانستان است که در نزدیک به 3 سال گذشته متواتر در برابر طالبان مبارزه نمودند، سرکوب شدند و قربانی پرداخت کردند. سومین نشست دوحه با اشتراک نمایندگان حدود 25 کشور به شمول تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده وزارت خارجه امریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان برگزار خواهد شد. این نخستین باری است که مقام‌های طالبان در این نشست اشتراک می‌کنند، زیرا دو نشست گذشته بدون شرکت مقام‌های حاکم در افغانستان برگزار شده بود. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.